ایمان بابور اسد حریفش جواز حضور در مسابقات جهانی کرکت 2010 را به دست آورد. در این دیدار که ابتدا بازیکنان حریف بازی را آغاز کرد، تنها توانست 100 دوش را به کشورمان بدهند که میل پوشان افغانستان در 19 اوور موفق شدند به این امتیاز دست یابند. افغانستان دیدار فاینال این رقابت را با تیم پیروز بازی هالند و ایرلند برگزار خواهد کرد. مسابقات جام جهانی کرکت 2010 با میزبانی وست اندیز دو ماه بعد برگزار خواهد شد. مرگ لوژسوار گرجستانی مراسم افتتاحیه را تحت تاثیر قرار داد. مراسم افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی ونکوور 2010 روز گذشته با حضور بیش از 60,000 تماشاچی تحت تاثیر حادثه ناگوار مرگ جوان گرجستانی برگزار شد. نودار کرماتوشلی 21 ساله در روز افتتاحیه این رقابت ها هنگام انجام تمرین در اثر حادثه برخورد با یکی از ستون های محل تمرین جان خود را از دست داد. این مراسم که در فضای صندوق غم برگزار شده بود، هم تیمی های وی با بازوهای سیاه حاضر شده بودند. همچنین پرچم های ویژه المپیک و کشور کانادا نیز بر نشانه دو از مرگ ورزشکار گرجی نیمه افراشته شد. آسی میلان با 3 گل اسد اودینزه گذشت. هفته 23 مسابقات فوتبال باشگاه های ایتالیا بامداد امروز با یک دیدار آغاز شد که مردان میلان موفق شدند در یک دیدار نفسگیر اسد اودینزه بگذرند. این دیدار که در ورزشگاه سینسوروی میلان برگزار شد، شاگردان لئوناردو توانستند پس از 90 دقیقه تلاش با حساب 3-2 بر حریفش غلبه کنند. هونتلار در دقایق 7:57 و پاتو در دقیقه 39 بر تیم میزبان گل زدند و گل های اودینزه توسط فولس و دیناتلیا به ثمر رسید. در مهمترین رقابت های امشب آسی روم میزبان پالرمو خواهد بود و اینتر میلان مهمان ناپولی است. در جدول رده‌بندی نیز تاکنون اینتر میلان با کسب 53 امتیاز در صدر است و میلان با 45 امتیاز در مکان دوم قرار دارد و آسی روم با یک امتیاز کمتر در جایگاه سوم قرار دارد. خبری از فوتبال آلمان. هفته 22 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگا با پیروزی مونشنگلادباخ پیگیری شد. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های آلمان شب گذشته چند دیدار برگزار شد که بازیکنان مونشنگلادباخ در ورزشگاه پروسپارک در مقابل نورنبرگ به میدان رفت که در پایان موفق شدند با نتیجه 2-1 اسد حریفش بگذارند. روبرتو کولاتی و رود فراین برای مونشنگلادباخ گلزنی کردند و تک گل نورنبرگ را نیس آلبرتو بونیاکو در دقیقه 47 دور دروازه تیم میزبان کرد. امشب نیز چند دار برگزار می شود که با این ماشین با دورتموند بازی می کند. بایر لورکوزن با مسافه